ما این دو مجموعه از رابطه مقابل بتون میتونیم به دست بیاریم. تعداد اعضای A اجتماعش با B برابر میشه با NA به علاوه NB منهای NA اشتراکش با B. پس NA اجتماعش با B میشه NA به علاوه NB منهای NA اشتراکش با B. این رابطه رو دوستان حفظ کنید. خب تعریف بکنیم. دو مجموعه A و B جدا از هم یا مجزا گفته میشه به طوری که اشتراکی با هم نداشته باشه. یعنی A اشتراکش با B بشه توهی. بهش میگن جدا از هم، مجزا. مجموعه اعداد گنگ و گویا یا زوج و فرد مجموعه های جدا از هم هستند. تست حل کنیم. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد دو مجموعه جدا از هم A و B صحیح نیستند؟ 1. A اشتراکش با B توهیه. 2. A منهای B اجتماعش با B منهای A میشه A اجتماعش با B. 3. آپرین اشتراکش با بپرین میشه A. 4. آپرین اشتراکش با B میشه B. پاسخ گزینه 3 هستن. گزینه ها رو بررسی بکنیم. 1. درسته دوستان. 1 دقیقا خود مجموعه جدا از هم رو تعریف کرده. میگه A اشتراکش با B عدد توهی باشه. کاملا درسته، عدد توهیه. و ما 2. 2 میگه نمودار رو نگاه بکنید. میگه A منهای B میشه این. B منهای A هم میشه این. در نتیجه A اجتماعش با B میشه کاملا توهی، جدا از همه. و ما گزینه 3 رو نگاه بکنیم. گزینه 3 میگه آپریم اشتراکش با B. آپریم رو نگاه بکنید. آپریم همه این عدد میشه. این آه آ نباشه. میشه این. پس اشتراکش میشه B دیگه. پس این صحیح نیست. این عبارت صحیح نیست. آپرین اشتراکش با بپرین A نمیشه، B میشه. و یه نکته هم بگم. اگه دو مجموعه A و B جدا از هم باشه، تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه NA اجتماعش با B میشه NA به علاوه NB. این رابطه رو حفظش کنید. تعداد عضوهای اجتماع از رابطه NA اجتماعش با B برابر میشه با NA به علاوه NB. خب نکته. این نکات رو دوستان توی ذهنتون داشته باشید و حتما یادداشت کنید. 1 میشه N آپریم برابر میشه با N U منهای N A. N آپریم اشتراکش با B پریم میشه N A اجتماعش با B پریم. N U منهای N A اجتماعش با B. و گزینه 2 هم میگه، نکته 2 هم میگه که N A منهای B برابر میشه با N A
اشتراکش با ببریم که برابر میشه با ان آ منهای ان آ اشتراکش با بی و نکته چهارم ان آپریم اجتماعش با بپریم برابر میشه با ان آ اشتراکش با بی پریم که میشه ان یو منهای ان آ اشتراکش با بی. این فرمول ها رو دوستان حفظ بکنید. اما یه نکته، فرض کنید که آ مجموعه اعداد صحیح مثبت کمتر از x باشه و بخش پذیر بر عدد طبیعی k باشه. تعداد عضوهای آ برابر با n آ برابر میشه با x کام. n آ برابر میشه با x کام. خب آ مجموعه اعداد صحیح مثبت کمتر از x که بخش پذیر عدد طبیعی کاه. پس عدد طبیعیش تعداد عضوهاشون میشه x کام. خب تست حل کنیم. فرض کنیم که آ و بی دو تا مجموعه جدا از هم باشه. اگر ان آ اجتماعش با بی برابر میشه با ان آپریم باشه، کدام گزینه درسته؟ پاسخ گزینه 3 هست دوستان. ابتدا رابطه ان یو، ان آ و ان بی رو به دست میاریم. مطابق قوانین و نکاتی که گفتم، ان آ اجتماعش با بی برابر میشه با ان که ان آ، این رابطه رو ساده بکنیم، ان آ به علاوه ان بی برابر میشه با ان یو منهای ان آ. در نتیجه ان یو برابر میشه با دو تا ان آ به علاوه ان بی که گزینه 2 و 4 نادرست میشه. گزینه 2 و 4 نادرست میشه. خب دوستان این برو معادله رو ساده کردیم که ان آ منهای ان آ اجتماعش با بی میشه ان آ بلوی ان بی و ان آپریم هم میشه ان یو منه ان آ. این دوتا رو با هم ساده بکنیم میشه ان یو برابر میشه با دوتا ان آ بلوی ان بی. این میره این بر مثبت میشه و میمونه دوتا ان آ یه دونه ان بی. خب برای گزینه یک رو نگاه بکنید. گزینه یک رو میخواییم بررسی بکنیم. پس 2 و 4 رو حذفش کردیم از این رابطه. نمودار رو میکشیم. میگه N آپرین اشتراکش با پپرین. N آپرین اشتراکش با پپرین میشه این قسمت. قسمت آبی رنگ. و ان بی هم میشه داخل خود مجموعه بی که نادرسته. این دو با هم برابر نیستن. پس گزینه 3 پاسخ سوال است. حالا گزینه 3 رو بررسی میکنیم، حلش میکنیم. نمودار رو نگاه بکنید. آپریم همه اعدادیه که آ نباشه. آپرین اشتراکش با بپرین هم میشه آپرین. پس ان آپرین برابر میشه ان بی علاوه ان آپرین اشتراکش با بپرین. می نویسیم ان آ اجتماعش با بی برابر میشه با ان آ علاوه ان بی و ان آپرین حلش بکنیم میشه ان بی به علاوه ان آپرین اجتماعش با بپرین. خب در نتیجه ان آ اجتماعش با بی همون ان آپرینه. پس جایگذاری بکنیم ان آ
به علاوه ان بی برابر میشه با ان بی علاوه ان آپرین اجتماعش با اشتراکش با بپرین. ان بی ها میره میزمونه ان آ برابر میشه با ان آپرین اشتراکش با بپرین. خب دوستان خیلی ممنون و سپاسگزارم تو این به یه بحث شرکت کردیم. در ادامه هم میخوام در مورد مجموعه صحبت بکنم. این جلسه اینجا به پایان میرسه. جلسه بعد هم شرکت بکنید. فیلم جلسه بعد هم نگاه بکنید تا با مجموعه ها بیشتر آشنا بشید. پیروز